در مورد بحث خانواده، من سوالی که به ذهنم اومد اینه که وقتی تو منابع که اسلام ازش، منابع اسلامی به اصطلاح قرآن و حدیث اینا بررسی میکنی، اتفاقا به نظرم یکی از کمترین اهمیتاشو به خانواده بوده. بله، خانواده در اصلی هست توجیه به فرده، فرده که باید نماز بخونه، فرده که باید زکات بده، فرده که باید چشم، این گرفتم موضوع رو گرفتم استاد احمد جان عزیز، فرد و نه خانواده. عزیز من ببینید، در یک حدیث بسیار زیبایی در بسیار یا فهمی از حدیث رو امام بخاری مطرح میکنه، خیلی زیباست. میفرمایند العلم قبل القول و العمل، علم و دانش قبل از اینی که ما چیزی رو بگیم یک کاری رو انجام بدیم. نه خیر، اینطوری نیست. شما وقتی بیایید یک سری به قرآن بزنید، فرد و اهمیت فرد و مسئولیت فرد و اینی که فرد خودش رو بشناسه، به خودش افتخار بکنه، جایگاه خودش رو بدونه، این جای خودش، و در این حال اهمیت به خانواده. 81 بار در فضای قرآن کریم قضیه زوجیت مطرح میشه. 20 بار این زوجیت مربوط به کل کائنات هست. تمام کائنات، هر چیزی که در وامین کل شیء ان خلقنا زوجین، هر چیزی که در کائنات هست، از مفاهیم، از ارزش‌ها، از نمی‌دونم هر ارزشی زده ارزشی داره، هر نمی‌دونم خلقتی نر و ماده تو همه خلقت وجود داره. 20 بار این موضوع. 61 بار دیگر مسائل خانوادگی هست و اهمیت خانواده، جایگاه خانواده. الان اگر ما در این اطلاعی نداریم، این دیگه مشکل ماست. اهمیتی که قرآن کریم برای خانواده داده، در ابتدای برنامه به چیزهایی اشاره کردیم، اگر ما رو همراه می کردید چیزهایی می گرفت.